فرشوی ترسون که این سو وو سلام سلام گود نایت. چه خبر برای بچه؟ آقا من دیشب داشتم توی یوتیوب میگشتم دنبال یه فیلم ترسناک که با هم ببینیم و حسابی پشمامون بریزه و شب خوابمون نبره، که یه ویدیو دیدم از کانال وحشت هاب که فکر کنم مالک همون کانال فارسی ها باشنیشون که همه میشناسن کانال فارسی ها، که چه کانال خفنیه، که یه ویدیو آپلود کردن نوشته فیلم های ترسناک مرموز که باعث میشن شب خوابتون نبره. لینک کانال وحشت ها بچه ها توی دسکریپشن هست، اگه میخوای فیلم های بیشتری ببینین مراجعه کنین به کانالشون. کانال من هم یادتون نره فالو کنید و سابسکرایب کنید، لایک فراموش نشه، کامنت هم فراموش نشه، پیج اینستای من هم بچه ها که این بالا میاد بهت فالو کنید. قراره یه فعالیت جداگانه و خفن توی اینستا شروع کنم. از ارواح سرگردان داخل خونه بگیر تا موجودات ناشناخته در جنگل. توی این ویدیو تعدادی از ویدیوهای ترسناک رو براتون آماده کردیم که ممکنه دست شما درد نکنه، گریه‌تون بگیره. قبل از اونم یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و کانال وحشت هاب رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای ترسناک بعدی ما رو از دست ندید. خوب بریم سراغ مورد اول. این ویدئوی ترسناک و مورمور کننده توسط کاربری به نام لاکی1196 در سایت ردیت قرار گرفته. این ویدئو هیچ اطلاعاتی نداره و نمیشه تشخیص داد که متعلق به کجاست و همین موضوع ترسناک ترش میکنه. دامادو چیه؟ با نگاه کردن به این ویدیو میفهمیم که صحنه‌هایی که توی اونن احتمالاً آخرین لحظات زندگی این افراد هستن. توی این ویدیو یه موجود ترسناک دیده میشه که در چارچوب در وایستاده و بعد یهویی ناپدید میشه. چند ثانیه بعد هم دوربین در کسری از ثانیه این تصویر رو ضبط میکنه. این موجود ترسناک چشمای سفیدی داره و صورتش هم هیچ حالت خاصی رو نشون نمیده و افرادی که توی خونه بودن رو به شدت میترسونه و اونها فرار میکنن. امیدوارم که این ویدیو مربوط به یه فیلم سینمایی چیزی باشه، چون اگه واقعی باشه خیلی ترسناکه و ما ممکنه ویدیوی یک روح واقعی رو دیده باشیم. اما خب جوری که این دختر رو جیغ زدن و از صحنه فرار کردن نشون میده که قضیه به احتمال زیاد واقعی بوده. انسان این ویدیو ها چیز خاصی نداشت، من نفهمیدم. توی کامنت ها خودتون هرچی میخواییم بگینید. توی این مورد گفته میشه که توی این خونه یک جن خطرناک وجود داره و شخصی که اسم و رسمش مشخص نیست و ما دقیقا نمیدونیم کی بوده جرأت کرده این اتفاقات فراتبیعی رو با دوربینش ضبط کنه و جون خودش رو به خطر بندازه. فرشرو خب اون زاویه اون طرف رو نشون بده ببینیم کسی نیست یا نه. اون نشون نمیده، یه کاسه زیر نیم کاسه است. فرشوی ترسون که این سو شیت جنه جاب داشت دمش کرد. همونطور که در این ویدیو میبینید او خیلی ترسیده و چون میدونه که در برابر جن نمیتونه کاری از پیش ببره سعی میکنه با بسم الله گفتن اونو از خودش دور کنه. درهایی که خود به خود باز و بسته میشدن خیلی از پای فیلم بردار دور بودن و امکان اینکه او با پاهاش در رو باز و بسته کرده باشه و قضیه سرکاری باشه خیلی کمه. خب امکان داره که پشت در باشه در رو باز و بسته کنه، اینم هست فکر کنم. چند ثانیه بعد میبینیم که یک سطح که روی زمین بود یهویی پا در میاره و شروع به حرکت میکنه. وقتی هم که فیلم بردار سرش رو بالا میاره و به آینه نگاه میکنه جسمی سایه مانند توسط چراغ قوه دوربینش دیده میشه و همین؟ اینکه سایه خودشو فکر کن. وقتی که سرش رو برمیگردونه چیزی نمیبینه. به نظر میاد که موجود به سمت اتاق فرار کرده، چون فرش اتاق شروع به حرکت میکنه و انگار کسی با سرعت از روش رد میشه. خیلی ها میگن که نمیشه واقعی بودن این قسمت ویدیو رو انکار کرد و به نظر میاد که این ویدیو واقعی بوده باشه و یکی از برخوردهای انسان با موجودات فراتبیعی رو به تصویر کشیده. والا من که نمیدونم، ولی این ویدیو بچه احتمال 99% فیک. حالا تو کامنت خودتون هرچی میخواییم بگین دیگه، من چرا قضاوت کنم. توی این قسمت صاحب چنل یوتیوب The Tree Hunted Explorers که در زمینه اتفاقات فراتبیعی فعالیت میکنه یه دوربین توی خونش کار گذاشته و ادعا میکنه که خونش تسخیر شده. او یک دوربین دید در شب در اتاق نصب کرده و با استفاده از دوربین نشون میده که یه چیزی کشوها رو باز و بسته میکنه. از اونجایی که قسمت راستی کشوها توی فیلم دیده نمیشه احتمالش هست که قضیه سرکاری باشه
باشه و خودش که شوهر بازو بسته کرده بله. باشه. اما بعد از اون وسایل بیشتری پادر آوردن و شروع به حرکت کردن. روی میز پشتی باستا به یه جسم که احتمالاً همون روحیه که این کارا رو انجام داده دیده میشه. 10 دقیقه بعد از اینکه صاحب این چنل میز رو مرتب میکنه، یه چیزی میز رو تکون میده و وسایل میز رو دوباره به هم میریزه. صندلی هم شروع به حرکت میکنه و به نظر میاد که روح داره حرکتش میده. در کل توی این ویدیو وسایل مختلف اتاق خود به خود زمین میافتن و جابجا میشن که خیلی ترسناکه، ولی خب نمیشه این ویدیو کار ایلومیناتیه. مطمئن بود واقعی باشن، چون زاویه دوربین توی اکثر موارد خوب نبودن. دقیقاً. این بار هم یک روح دیگه و این بار در کشور هند. این تصاویر توسط یوتیوبری به نام مومبایکر نیکیل ضبط شده. این اتفاق زمانی میفته که او در حال عبور از جاده جنگلی آیری کلونی بوده. مومبایکر به این موضوع اشاره میکنه که این محل از نظر خیلی ها تسخیر شده است و میگن که شبها نباید تنهایی از اینجا عبور کرد. همین موضوع این ویدیو رو عجیب تر میکنه. او هنگام دوچرخه سواری از کنار شخص موتوره که نصف شب تک و تنها موتور دوچرخه راه میرفته. خود مومبایکر ادعا میکنه که او خیلی به شخص نزدیک بوده و حتی فکر میکنه که با او برخورد داشته، ولی از اونجایی که اون موجود یک روح بوده تونسته ازش رد بشه. روحش شلوار پلنگی با پیراهن چارخونه. اگر ویدیو رو با دقت نگاه کنیم میفهمیم که او واقعا حق داره و خیلی به موجود نزدیک بوده و شاید واقعا ازش رد شده باشه. تازه بعضیا هم بعد از دیدن این ویدیو گفتن که این روح یک روح بی سر بوده و کله نداشته. نظر شما چیه؟ شما هم روح رو توی ویدیو بی سر دیدین و یا نه؟ توی این قسمت از ویدیو گزارش میرسه که توی یکی از اسلحه خونه های متروکه گارد ملی که به دوربین های حساس به حرکت مجهزه تحرک دیده شده و برای همین یک مامور امنیتی میره اونجا تا وضعیت رو بررسی کنه. او هنگام جنگی حرف میزنه، ساختمون با خودش صحبت میکنه و به خودش روحیه میده و میگه با این که میدونه بعضیا میگن این مکان تسخیر شده است، ولی اون این چیزا رو قبول نداره. بعد این صحبت ها او به ساختمون نزدیک میشه و میبینه که در ورودی اصلی بازه و همینجا حرفش رو پس میگیره و میگه خدایا نذار من اینجا بمیرم. اوه گانم داره. او در راه رو صداهایی میشنوه و بعد از اون میگه که خودت رو نشون بده، اما هیچ خبری نمیشه و اینجاست که قضیه واقعا ترسناک میشه و انگار که داریم یک فیلم سینمایی ترسناک رو میبینیم. چرا قوه او شروع میکنه به روشن خاموش شدن و انگار داره باتریش تموم میشه. او وارد یکی از راهروهایی که چراغاش روشنه میشه و منتظر میمونه تا نیروی پشتیبانی برسه. راهروه بعدی منتظر نمیمونن و خیلی زود خودشون رو نشون میدن. لامپای راهرو دقیقاً مثل چراغ قوه شروع میکنن به روشن و خاموش شدن و او دیگه حسابی ترسیده بود و تصمیم میگیره که از ساختمون خارج بشه. چه راهروه وحشتناکی انصافا. یاد اوتلاس افتادم. در انتهای ویدیو او به سمت یک ماشین پلیس میره و همه اینا نشون میده که به احتمال زیاد اینجا فعالیت‌های فراطبیعی اتفاق افتاده و این ساختمون تسخیر شده است. این عکس در سال 1994 در نیوجرسی گرفته شده و جشن تولد 16 سالگی یه دختر رو نشون میده. اگه به عکس دقت کنید متوجه میشین که همه لبخند میزنن و خوشحالن. یکی از دخترها که به نظر مرموز میاد و گوشه یه اتاق قرار گرفته. گفته میشه این عکس که در شبکه‌های مجازی دست به دست شده، عکسی از یک روح رو در خودش جای داده و اون روح همین دختره که اون گوشه نشسته. اگر بخوایم منطقی قضیه رو بررسی کنیم و به سراغ موضوعات ماوراءطبیعی نریم، توضیحی که داد اینه که او فقط جاکتش رو بغل گرفته و این قضیه مشکلی نداره. کسی که رنگش سیاهه زاویه رو جوری قرار داده که این دختر هم در تصویر بیفته و برای همین احتمالش میره که او هم مثل بقیه دخترها باشه و به جشن تولد دعوت شده باشه و پای روحی در میون نباشه.
خیلی ها معتقدن که امارت بارتون منشن در ردفورد کالیفرنیا یکی از تسخیر شده ترین مکانها در ایالت کالیفرنیا است. در سال 2001 دو مرد جوان تصمیم گرفتن که این خونه متروکه رو بررسی کنن. چیزی که اونا پیدا کردن و ازش فیلم گرفتن یکی از بحث برانگیزترین ویدیوهاییه که تا به حال راجع به ارواح اینو فکر کنم تو پیج آقای نیکفر دیدم اینو. پشما این صفحه فکرم ترسناک در این ویدیو همین بود که دیدین توی این ویدیو نکات ترسناکی وجود داره. ببینید اینو من دیدم، خب قبلا این فیلمشو دیدم. ببینید اون زمان سال 2001 بوده که این فیلم ضبط شده، 2001 2002 بوده فکر کنم. اون زمان بچه اصلا جلوه‌ای ویدیو ادیت فیلم مثل الان اونقدر خفن نبوده. بوده ها نمیگم نبوده، ولی هیچ کس بچه جلوه‌ای ویژه توی این دو سه ثانیه انجام نمیده. خب همچنین این ویدیو بچه کیفیتش خیلی پایینه و جلوه‌ای ویژه توی این کیفیت اصلا نمیشه انجام داد، مخصوصا به این تمیزی. میاد موجودی که یک دفعه توی چارچوب در ظاهر شد، برای اینکه توی در جا بشه مجبور به خم شدن شده بود و این یعنی شخص یا چیزی که اونجا بود قدش بیش از 210 سانتی متر بوده. امروز هم 19 سال از تاریخ ضبط این ویدیو میگذره، اما دو مردی که در فیلم بودن هنوزم که هنوزه ادعا میکنن که این ویدیو 100% واقعی بوده و ویدیو سرکاری نبوده. هنوز یعنی من اون موقع دنیا نیومده بودم. اصلا طرز دویدنشون و اینا اصلا معلوم بود یه خبرایی است. خیلی خوب بچه‌ها، اینم از این ویدیو. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. با تشکر از کانال خفن وحشت هاب. لایک و سابسکرایب بچه‌ها مثل همیشه فراموش نشه. تا فیلم‌های بعد خدا نگهدار.